درود بر همراهان و بینندگان گرامی. دادگاه حمید نوری به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی و تابستان 67 در زندان گوهردشت کرج در دادگاه در استکهلم در جریان هست. هفته گذشته این دادگاه 3 روز برگزار شد و عموماً همونطور که در جریان هستید کیفرخواست دادستان قرائت شد. در این هفته روز دوشنبه یعنی هفته دوم این دادگاه ادامه پیدا کرد و امروز جمعه دادگاه شروع شد. الان در وسط دادگاه هستیم. مباحثی مطرح شد از جمله مسئله غرامتی که وکلای شاکیان مطرح کرده بودند، که این بحث صرفا حقوقی است که این غرامت شامل چه کسانی است، چگونه پرداخت میشه، میزانش چقدر هست، بین مسلمان و غیر مسلمان مطرح شد، ولی این بیشتر جنبه حقوقی بود. بعد از اون کنت لوئیس وکیل مجاهدین صحبت کرد. حرف اساسی کنت لوئیس وکیل مجاهدین این بود که اون چیزی که کیفرخواستی که دادستان مطرح کرده پایه جرم رو بر مبنای جنایت جنگی میگذارد در جنگی بین‌المللی. اون گفت که بیشتر سری مسئله تاکید میکرد که این جرم پایه حقوقیش بر مبنای جنایت علیه بشریت هست، فولک مورد، و شروع کرد نقل قوله های از سران رژیم، مقامات مختلف رژیم، از همون 1980 که چگونه صحبت میکردن مجاهدین رو نابود بکنن و روی زمین بردارن، تک تکشون، به اونها ارجاع میداد. در واقع یک خطی جدا از خط کیفرخواست عمومی دادستان اونجا مطرح کرد. اینکه چقدر این خط بتونه در دادگاه منجر به محکومیت حمید نوری بشه، خب اینو باید دید. ببینیم چگونه. بعدش هم میتونیم با کارشناس‌های مختلفی هم صحبت بکنیم. چون به هر حال این دادگاه، حتی الان هم قرارت بعد از ظهر وکیل حمید نوری صحبت بکنه و اونجا اون احتمالاً این کیفرخواست، یعنی حتماً کیفرخواست دادستان رو به چالش خواهد گرفت. اینکه خط عمومی دادستان بتونه پیش بره در این دادگاه به لحاظ حقوقی خب چالش برانگیزه و ادامه پیدا میکنه تا 22 آوریل که زمانی که حکم خواهند داد. اما من یک چیز رو تاکید کنم، همینجا تا همینجاش هم این دادگاه یک اهمیت تاریخی داره برای جنبش دادخواهی ایران. شماری از فعالان سیاسی، از خانواده های جان باختگان، از فعالان جنبش دادخواهی به استکهلم اومدن، از کشورهای مختلف، آمریکا، آلمان، فرانسه، سوئیس، اتریش، جای مختلف، خودشون رو رسوندن به استکهلم صرفاً به این خاطر که هم از نزدیک یه نوع اعلام همبستگی که اینجا باشن، دو روز سه روز اینجا باشن، حتی بدون اینکه بعضیا در دادگاه شرکت بکنن. آدمایی رو دیدم، همین امروز صبح دیدم یک نفر مرد مسنی عکس برادرش رو در دست گرفته بدون اینکه هیچ وابستگی تشکیلات مستقیم تشکیلاتی به این یا اون جریان و سازمان سیاسی داشته باشه، اومده صرفا به خاطر دادخواهی. همین که شنیدن که یکی از جنایتکاران به دام افتاده و امروز اینجا دادگاهش تشکیل میشه، اومدن دادخواهی بکنن و اعلام همبستگی بکنن. آدم ها از گروه های مختلف، جاریان ها و سازمان سیاسی مختلف رو من دیدم بیرون دادگاه که خیلی جاها کنارم باید نمیستن، اونجا وایس دادن برای دادخواهی اومدن. این خیلی زیباست. این اهمیت این دادگاه رو نشون میده. این دادگاه این که نتیجه چی میشود
اونو خب باید ببینیم بالاخره دادگاه واقعیه، دادگاه عادلانه است. ممکنه مثلا با کسایی بخوان اعمال نفوذ بکنن، ولی به هر حال اون بیشتر برای بعد از دادگاه است. تا همینجاش این دادگاه تونسته صدای دادخواهی مردم ایران رو برسونه. همینجا من بچه‌های نسل دومی رو دیدم که پدر و مادرشون از فعالان جریان سیاسی مختلف بودن و یکی برای من تعریف میکرد که اساساً اون گونه که اینها صحبت میکنن و میگن یه جوری منتقد این پدر و مادرش بوده و امروزه رابطه هاشون با پدر و مادرشون تغییراتی شده. میگن حالا ما میفهمیم که شما چه کشیدین در اون جهنم دهه 60 جمهوری اسلامی. رابطهشون تغییر و همین رو امتداد بدین به این که در سطح جهانی یه موقعی این جنبش دادخواهی، فعالان سیاسی تو دهه 60 اون اوایل تبعید بیباید خودشون رو آویزون میکردن تا کسی صداشون رو بشنوه. به امروز در مطبوعات رسانه‌های مختلف این بازتاب پیدا کرده. بسیار اهمیت داره این دادگاه و دنبال کردن این دادگاه تا ببینیم که چی میشه. امروز جمع شدیم اینجا در ادامه روزهای دیگه به شکل سمبولیکی یه دادگاه در جریان. ما میدونیم این جواب نمیده به تمام جنایاتی که حکومت اسلامی کرده، اما امیدوار هستیم که بشه و بتونیم در ایران سرنگون بکنیم خودمون دادگاه منتخب و علنی رو برای تمام سران و کارمندان جنایت و قتل عامی که در ایران صورت گرفته برپا بکنیم و قرار بتونیم این تاریخ رو ببندیم. در مورد این شعار یکی از اتفاقات مهمی که در منطقه افتاده همه در جریان است. دولت‌های غربی با یه توافق به نظر من کثیف مردم افغانستان رو فروختن، طالبان رو سر کار آوردن، یک جامعه رو به خسارت درآوردن، از جمله زنانی که واقعا ما نگران این مسئله هستیم. و دعوت ما این از جنبش آزادی زن در منطقه، از سکولارا، از سوسیالیستا که در دفاع از مردم افغانستان برای برابری، برای همبستگی، برای یک همزیستی پایدار، برای صلحی در منطقه به پا خیزند و این بدون سرنگونی دولت‌های اسلامی و دولت‌های مستبدی که آمریکا و غیره سر کار میارن ممکن است. آقای ابراهیم، شما از روز اول در این دادگاه حضور داشتین و امروز هم که هفته دومش هست که در جریان دادگاه. من فکر می‌کنم اهمیت این دادگاه چیه؟ من فکر می‌کنم به هر ترتیب، به هر ترتیب قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی در یک کشور خارجی دادگاهی صورت گرفت که مد نظرش جمهوری اسلامی از خامنه‌ای گرفته خمینی تا به امروز. این حاکمیت امروز باید بدونه که هر کدام از این بیرون میان از کشور همین سرنوشت و مطمئنم این دادگاه میتونه تأثیر زیادی بذاره در کشور بخوره. هم از نظر اینکه مردم میدونن که در جهان مردم هم متوجه میشن و هم این جنایت هایی که صورت میگیره این جنایت ها رو نه بر مبنای شمارش بلکه بر مبنای اینکه یک انسانی اعدام میشه، کشته میشه، ولی اینها بر مبنای شمارش دارن. این آدمهایی که کشته میشن نمیشون. من معتقدم که این دادگاه موفق میشه، پیروز میشه و در انتها به مردم ایران تبدیل میشه. به هر حال این دادگاهی نتیجه خوبی داشته باشه، جدا از اینکه چه اتفاقی تو این سالان میفته، ولی به هر حال یه دادگاهی بزرگ علیه مقامات جمهوری اسلامی اگر سازشی صورت نگیره که این کشور غربی حداقلش دار اصلاح چیز قضایی صورت مستقلت اونجایی که
ما میدونیم و خوندیم، ولی معلوم نیست چه اتفاقات میفته. ولی خودش یه شروع خوبیه. امیدوارم که تمام کسایی که تو این جنایت 42 ساله نقش داشتن همشون یه روز مثل جرمان شده بسن. خبر هستیم با سیامک نادری که یکی از شاهدان اصلی این دادگاه هست و کسی که خودش جلوی هیئت مرگ بوده. از اونم میپرسیم. آقای نادری، درود بر شما، خوش آمدید. با سلام به شما و همگان عزیز، خیلی خوشحالم که منو صدا کردید. خواهش میکنم، خیلی لطف کردید. آقای نادری، شما هم امروز هم در دادگاه بودین. دادگاه امید نوری در جریان هست. امروز هفته دوم میشه، روز جمعه است. امروز چی گذشت دادگاه؟ امروز بحث دیگه مطرح شد، یعنی همه قرامت که بحث حقوقی بود و اونجا پاسخ دادن که این دیگه که شما عنوان میکنین برای افراد مسلمان هست، برای افراد غیر مسلمان چی؟ یعنی بچه های چپ. بعد گفته شد فرقی نداره. بعد در رابطه با حمله سازمان مجاهدین به ایران مرد کرمانشاه صورت گرفته بود که تو اینم بحث بود که آقای کندویس از وکلای جاهدین خلق یک سمت دیگه ای رفت که این همسو با پرونده نبود، یعنی همون خط حدود سازمان ارائه میداد و مناسب این دادگاه نیست. و بعدش هم آنترار دادن، الان هم جلسه ادامه دادن و قرار است که بعد از ظهر وکیل همین نوری صحبت کنه، بله؟ من فکر میکنم که جلسه چون جمعه است همین امروز خاطر پیدا کنه، باید که بستگی خصوصان داره که چیکار بکنم. خب آقای نادری، اهمیت این دادگاه رو شما در چی میبینید؟ چقدر ربطش به مجموعه این تحولات ایران، کجای مجموعه این تحولات ایستاد این دادگاه؟ بله، اهمیت این دادگاه اینه که واقعا 33 سال بود این تابو بود، رژیم با سکوت کرکنندش هیچ درز نمیداد این پرونده رو. من تو مقاله تو کیهان لندن عنوان کرده بودم که این امنیتی ترین پرونده نظام در طول 5 دهه است. چرا که هم خود میر موسوی گفته بود تو سال 88 گفته بود اگه سرش رو باز کنیم دیگه این خواهد رفت، تهش رو نمیتونیم ببندیم. از طرف در دیدار دوم آقای منتظری با همون هیئت مرگ در دی ماه 67 اونجا عنوان کرده بود که خونی که به ناحق ریخته بشه کار رو تمام میکنه. به همین دلیله که به طور بی سابقه برخلاف دادگاه های پیشینی که خود رژیم تورپا داشت و خیلی رسانه‌ایش میکرد، تو این زمینه تا کنون هم رژیم هم خامنه‌ای سکوت کرده. یعنی واکنش به این پیامدهای خیلی بسیاری خواهد داشت. من دیروزم تو اخبار شنیدم که وکلای دادگستری خامنه‌ای رو به چالش کشیدن. ببینید این زمینه ها پایه های هم برای ما تو خارج کشور هم داخل ایران. وقتی اون مادران قتل عام آبان با حرکت واقعا شجاعانه میزنن تو دل رژیم و میرن تو میدان آزادی تظاهرات میخوان، اگر این دادخواهی رو بگیرن اینا قوت میگیرن. اگر ما دادخواهی که داشتیم آقای مرو هماهنگ کننده ارشد اتحادیه اروپا مذاکرات بیان اینقدر بی‌شرمانه جرأت نمی‌کرد بره تو مراسم تحلیف شرکت کنه، اصلا نیازی نبود، میتونن مذاکره کنن، اما این چون که بره به اون تناب دار بده، چون از ذهن ما دستگل نیست، تناب دار داره بهش میده، اینو راهش سد می‌کنیم. کم مایی که من یادم 1397 بود علیرضا آوایی رفت مجمع شورای حقوق بشر رو سخنرانی هم کرد به رغمی که ما اعتراض کردیم. یعنی چنین زمینه‌ای هست. بعد این جهان هم میفهمه وقتی ما چنین پایه‌های حقوقی داریم که اینا جنایت علیه بشریت کردن، به سادگی که نمیتونن رو حقوق مردم، رو خواسته های مردم پا بذارن. شما در مجموع تأثیر این دادگاه رو روی جنبش دادخواهی خیلی گسترده می‌بینید. ببینید من الان این دادگاه پردامنه خواهد بود.
هم درون رژیم. ببین وقتی این رژیم درونش بفهمن که اینجوری محاکمه میکنن، به ویژه اینکه حمید نوری شناخته شده هست، اون تیغ سرکوب این رژیم رو کند میکنه، پیام رو میده اگر چه ما نتونیم اینجا محاکمت رو کنیم، ولی در آینده ایران حتما محاکمه خواهید شد. یعنی من خودم حس میکنم همین پیامی که اولین بار از شما شنیدم که نسلی که از دهه 60 هیچ اطلاعی نداشت، با هم با پدر مادرشون هم زاویه داشتن، الان خیلی خبر خوشی هم میشه که تازه میفهمن بر سر اون نسل چه اومد. من پریروز با اینترنشنال یک مصاحبه کوتاهی داشتم. واقعا حرف من اینه، گاهن تو دادگاه یک اسم میاد، نهایتا یک عکس، اما هیچکی نمیدونه همین حمید نوری چه بلایی بر سر این بچه آورده. عادل نوری رو پنبنده ما بودیم، ما بچه هایی بودیم که 3 سال تو انفرادی های خود گوهردشت بودیم، من تو انفرادی های تو اویلم بودم. همین حمید نوری عادل نوری رو با میله های آلماتور که آجدار هست مال ساخته بود، با اون زده بود. وقتی ما رفتیم هواخوری، بالای پنجره خوش و به زور رسید بالای پنجره با مورس به ما زد که همون تو حیات که چنین بلای سر من آورده بودن. یعنی ما اینجا درسته که یک عکس میبینیم با این تصویر، ولی ما اونجا بچه های دیدیم که فقط یک عکس نبودن. رضا سلیمانی رو از سخت آویزون کرده بودن جوجه کباب، حتی چند ماه بعد این دستاش پوست هاش رفته بود، خوب نمیشد، ترمیم نمیشد، هی به اصطلاح که پوست مینداخت. ما شاهد وحشیانه ترین شکنجه ها که بودیم. من میدونم که گفتن شکنجه ها که برای مردم سخت دردآوره، ولی بگذارین فقط برای یک بار تو گوشتون که بیاد که ما چه صحنه های سال 60 دیدیم. وقتی منو اولین بار یعنی بردن تو اون اتاق تو در تو که وحشتناک ترین اتاق شکنجه است، من چندین بار شکنجه شدم، اتاق 6 متر در 8 متر از بالای دیوارا عین چنگک های اصابونا آویزون کرده بودن، همه رو آویزون کرده بودن که رو دیوار 50-60 نفر، چند نفرم از سخت اصلا پایین یه تخت بود، همه رو با تناب می‌بستن کار می‌زدن. یه دختر 17 ساله هم اونجا 4 روز بسته بودن که به این تخت که با اسبند قفونی اجازه نمی‌دن توالت می‌رفت، توالتش هم همونجا می‌کرد. این بوی تعفن اینا تو همون اتاق هم پیچیده. خواسته اون خانم 17 ساله فقط این بود که منو ببرین توالت که دیگران آزار ببینن. ببین نسل ما وایساد، این نسل جدید ما، بچهای خودمون برامون خیلی عزیزن، ولی اینها که نمیدونن این پدر مادرشون تا چه حد فداکاری کردن. اون نفری که از سخت آویزون بود خیلی سخته، تمام فشار کم میفته دست. بعد وقتی این باجوها رفتن، همین خانم خوش کشون تو زیر اون، گفت پاتو بذار رو شونه های من، گفت نه اگر باجو بیا تو رو ببینه تیکه پارت میکنه. یعنی اینا تو فدا کردن همدیگه، تو تلاش برای تسکین همدیگه، از هیچ چیزی دریغ نمی کردن. ما توی این زندان ها بزرگ شدیم. من خودم تو راه آهن تو کشتارگاه رفتم، کشتار گاو رو دیدم. زیر تخت من که منو کاب که می زدن، 1 متر شوهای 1 متر تا ارتفاع 20 سانتی متر خون پف کرده بود. من حباب 20 سانتی متری پف کرده خون رو مثلا که دیدم. اونجا قتل عام ترین نوع شکنجهگاهی بود که من میتونستم تصور کنم. ما از این شکنجهگاه ها اومده بودیم. میخوام بگم حمید نوری از سال 60 تو اوین همین شکنجهگر بوده تا خود گوهردشت که ظاهرا دادیار بوده. خود حمید نوری هم شکنجهگر خود من بوده. تو برنامه های پیشین این رو کاملا که توضیح دادم که دیگه تکرار نمی کنم. آقای نادری، شما برای از شاهدان اون کشتار هولناک بودیم، کشتار زندانی سیاسی، در مقابل هیئت مرگ هم قرار گرفتیم. بله. نیری و اشرافی و رئیسی و پور محمدی.
بارها گفتیم، میدونم خیلی هم رنجاوره. بله. میتونی یک بار دیگه برای ما بازگو بکنین اون صحنه در مقابل هیئت مرگ قرار گرفتنتون رو؟ بله. این تفاوت تو من هست که من یک روز قبل از اینکه برم دادگاه از پشت پنجره بچه‌هایی که باهاشون ارتباط داشتیم همبندی بودن جان، یکی از طریق مورس و زهرا خسروی اومد مورس زد که میخوان که اطلاعام کنن. یه روز قبلش هم مجید معروف‌خانی از بچه‌های همبندی بودن که با هم سلول انفرادی بودیم مثلا که سالیان، اونم اومد گفت که بچه دارن کشتار بودن. فرعی چه تاریخی بود؟ این دقیقاً همون 8 مرداد. 8 مرداد که اولا بچه های کرج و 40 تا بچه های کرج رو که حمید نوری به پرونده اینا اشراف داشت و از قضا خود رئیسی دادستان کرج هم بود، اولین کسایی که در کرج اعدام شده، در گوهردشت کرج اعدام شدن، زندانیان کرج و اون گروهی بودن که هم مشهد آورده بودن. و توی دادگاه هم که رفتیم واقعیت اینه که ما اون زمان نه رئیسی نمیشناختیم نه این آخوند نیری رو، اما بچه های کرج رئیسی رو که میشناختن که داستان از اونجا گفتن که اون نفر سمت راستی رو به رئیسی بود. ما خودم تو دادگاه آمدیم، این دادگاه 1 دقیقه بود، پرونده ها آماده بود که با 1 دقیقه حکم میدادن و میبردن سمت چپ تو سالن اعدام. تو خوده که دادگاه خود نیری همون وسط نشسته بود، اشراقی سمت راستش، پور محمدی بود و رئیسی. این تصویر کاملا تو ذهن من نشسته. اما وقتی من وارد که دادگاه شدم، سمت راسته که دادگاه، من پولهای پاره شده دیدم، ساعتهای شکسته دیدم. من این حقایقی بود که همین حمید نوری و ناصریان که این بچه ها رو می بردن تو سالن حسینه و اعدام می کردن، بچه های که می فهمیدن می خوان اعدامشون کنن، حتی پولاشون رو پاره میکردن که تو دست این رژیم هیچی نیفته، ساعتاشون رو میذاشتن تو زیر پاشون میشکوندن که هیچی به دست این رژیم ندن. اونجا حجم پولایی که پاره شده بود، بعد اینا رو که میآوردن به این نگری نشون میدادن که میگفتن اینا تا آخر که واسدادن خیلی هم که نسبت به خمینی و غیره اینا کینه دارن، که حتی ساعتاشون هم که میشکوندن. بعد از شما خودتون که مقابل هیئت قرار گرفتین چه سال جوابی بود؟ از من تو پرونده توی مسابقه قبلیم تو میهن تیوی هم که گفته بودم که از من، ما چون بچه های با سابقه بودیم، از من گفتن تو جنگ ایران علاق رو محکوم میکنی یا نه؟ که من گفتم اصلا رفتی به من نداره جنگ باشه یا نه. خیلی روی تاکید کردن، منم اطلاع داشتم که این قتل عام هیئت عفو نیست، برخلاف اون سایرینی که تا جایی تونسته بودیم این اخبار داده بودیم. بعد 3-4 بار رفت و برگشت گفت احسا که برحال جنگ ایران رو محکوم میکنه یا نه. من اونجا گفتم بله، چون کسی که به ایران تجاوز کرد صدام بود، این جنگ تو شروعش که محکوم هست و همین از من میخواست خدا، یعنی همین، چون ما تو زندان به دلیلی که شناخته شده بودیم از اولین بچه‌هایی بودیم که سال 61 بردیم تو انفرادی های گوهردشت. اون زمان چون موازم و خیلی تند و بالا بود تو همی حد، من فقط هم همون یک بار دادگاه رو رفتم. اون مثلا اون سالهای دیگه ای که میپرسیدن از افراد خصوص در رابطه با مجاهدین، این که سازمان تو محکوم میکنی، حاضر به همکاری هستی، چین سالهایی هم بوده یا مثلا از گروه های پیش از شما، اونایی که بچه‌ای که اعدام کرده بودن؟ چون شما گفتیم تاریخ 8 بوده. درست؟ نه، من روز تقریبا 2 روز بعدش رفتم. آه چون روز 10 رفت. بله. ببینید این سوالات از من نشد، فقط محکوم کردن که مثلا سازمان بود، هر کی باید یک خط بنویسه، می نوشت که من سازمان رو قبول ندارم. آره، که من هم این رو نوشته بودم، فقط گفتم که از این موج سرکوب رد بشیم که بعد چیز بشه. ولی بچه های دیگه که این رو سوالات کرده بودن تو روزهای اول دوم این نبود، شاید بعدها، چون من شاهد فقط خودم بودم با اون چیزهایی که از پشت مثلا میشدم. بچه های جمع میشن چنین سوالات توی این سالیان، این زندانی هایی که از زندان آزاد شدن، اینا سوالات بیشتری باشون مطرح شده. مثلا خود ایرج مستاقی رو 4 بار بردن دادگاه،
حالا اینجوری بوده، ولی این سوالاتو هر کی میاد بگه خب حتما بوده که این شما رو تنها بردن، شما تنها در مقابل بله. هیئت بودین، هر کسی رو تنها میبردن. آه ولی تو کوریدور جمعی بودین، همینجوری برده بودن به نوبت صدا میزدن یا نه؟ ببین اینا رو خود حمید نوری، ناصریان و داود لشکری میومد تو بندها و فرعی‌ها و سلیبای انفرادی اسامی رو میخوند بر اساس شناختی که داشتن، میبرد تو دادگاه، بعد اونجا هم اگه لازم بود نظرهاشون رو میدادن. کمان که بعد 20 مرداد 67 وقتی از اون دادگاه ها بعد ماه محرم شروع شد، همین داود لشکری، همین حمید نوری و ناصریان که واقعا گرگ گوهردشت بود، اینا میومدن شهادت میدادن و به اصطلاح بنزین میریختن رو آتیش که برای که مثلا بیشتر بچه ها رو اعدامشون کنن. اینجور سوالات که بوده، ولی علنهایی این که بود که مثلا قبول داری یا نه. شما خودتون حمید نوری رو دیده بودیم اینجا چون که چشمن داشتیم، ولی هیچ برخوردی داشتیم باش؟ بله، تو آذر ماه حمید، تو آذر ماه 66 حمید نوری، من که ورزش میکردم با 10 اتاق اومد دید دارم من ورزش میدم، چون داشتم شمارش میدادم، حرکت سکند بود، بعد من به عنوان رزمکار بردم بالا، تقریبا 6 ساعت 6 نفر بودم، آنچنان که زدم که بچه های پایین بودن، وقتی 1:40 آدم پایین، بچه ها گفتن که ما بیدار بودیم، تمامی صدا های شدیم، یعنی 6 ساعت بودم، من تا 2 ماه بچه ها کولم میکردم میبردم، یعنی حتی 1-2 بارم که رفتیم هوا خوری خود بچه ها منو کولم میکردم. یکی این بود، یکی حمله هجوم که به ریاست خود همین حمید نوری حمله کردن تو فرعی ما، هنوز هم الان که حرف میزنم این چوب حمید نوری کلوفتیش اینا که جلو چشمه این بس اینا چجوری؟ یعنی شما چشمند داشتیم؟ نه موقعی حمله کردن جایی که ببین ما تو دادگاه، ببین ما از توی بند که خارج میشدیم چشمند داشتیم، ولی توی بند یا فرعی یا تو سلم چشمن نداشتیم که حمید نوری باش حرف میزنیم. من چندین برخورد، حتی خوش منو برده تو سلول تاریک خونه، به اونجا حمید عباسی بود دیگه. بله ما اونجا به اسم حمید عباسی میشناسیم. خب آقای نادری، حالا این دادگاه در جریانه، انتظارتون چیه؟ چشمنداز چی میبینید؟ من چشمندازم فقط این دادگاه نیست، یعنی این دادگاه که در حقیقت کف دست ما هست، هدف محرمیت، در واقع این دادگاه محاکمه رژیم جمهوری اسلامی و بیانگذارش خمینی که فتوای قتل عام داده، در واقع همین احکام اسلامی طالبان، احکامی که خود علی اجرا میکرد، امام اول شیعه تو رابطه بنی قریظه 700 نفر رو تو یه روز مثل شمشیر بزنن، جهان امروز سازگار نیست با احکام اسلامی 1400 سال پیش که بسیار بهیمی و وحشی هست. ما هدفمون کنار زدن این قوانین ضد شریعه هست، یعنی بحث محاکمه یک فرد نیست، بلکه بحث محاکمه و زیر سوال بردن بنیانگذار این نظامه. ببینید الان این روزا واجه دردناکیه که طالبان هم اومد کابل رو گرفت بیخ گوش ما. من اولین احساسی که داشتم اول برای زنهای اونجا بود که چه بلای سرشون میاد، اما یه واقعیتی هم هست، اگر این طالبان باقی بمونه، در نهایت همین رژیم جمهوری اسلامی از همین رو هم کمک خواهد گرفت برای سرکوب جنبش های داخلی، کما این که از نیروهای شیعه بعدی خود عراق می آورد، تشکیل شبی می آورد و از لبنان. حالا انتظارتون از این دادگاه چیه؟ این دادگاه حکم بالایی به حمید نوری داد و پایه‌ای خواهد شد برای مناسبات سیاسی ما، چه در رابطه با کشورهای اروپایی یا ناتوی که چهره این رژیم رو به عنوان جنایتکاران علیه بشریت معرفی کنیم. یعنی دیگه اینقدر مشروعیت توشون نیست که شما بخواید هر سیاستی رو با
پیش ببریم. دفعه پیش با شما صحبت میکردم از احساستون گفتیم بودیم یک تولد دوباره هست. اینجا دوستانمون به هم که اومدن گفتن که سیامک خیلی شیک اومدی. واقعیت اینه که از روزی که خواستم بیام فرصت نشد، تازه من زمان نداشتم. گفتم امروز برای من روز تولد جان باختگانه. مرسی، ممنون از حضورتون. شرمنده هم از این که گری کردم، ولی روز شادی ها مهم. متشکرم از شما.